دوستان درود بر شما، از تیرانا پایتخت آلمانی در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری مسابقات قهرمانی امیدهای جهان 2024 محمد مهدی غلامپور دلاور شیرازی ما وارد تشک میشه. ببینیم چه خواهد کرد. دور اول استراحت کرد، دور دومش در مورد کشتی از بلاروس خواهد سال قرار گرفته. ببینیم چه میکنه کشتی ما دو بنده آبی قد قبارش بلندتر از باید کشتی بلاروس و کشتی بلاروس با دو بنده قرمز دو بلتر و قد قبارش کوتاه‌تره. کشتیگیر ما که امسال خیلی آماده نشون داده تو مسابقات قهرمانی جهان، چند ماه پیش در اسپانیا تونست طلا بگیره در کلت ودا بوده یک ماه پیش. ببین اینجا چه میکنه. شایان حبیبزارم تشک کنایه بره تشک به اجازه بدیم من دوربین رو تنظیم کنم برای اون تشکم. این کشتی رو هم از دست ندیم، برمیگردم. بودیم اجازه بدیم دوربین رو تنظیم کنم دیگه، این قرار یه همینجور باشه تا بعدن روش گزارش میذاریم. خب شاهین حبیبزاده از اون سمت برای تشک داره میاد. خب برگردیم به کشتی ببینیم چه میکنه. خب اینجا که بهتر کار کرده، درخواست کم کنیشه باید دو برمیه قمز و حالا باید در خواهد بینشه و فریاد های حسن آقا حسینزاده اون سمت شاهین حبیبزاده بیره تشک اومده با کشتی از اون سیره میچه خواهد کرد. اون کشتی کشتی جنجالی و زیبای خواهد شد. اون یه فینال زود رس بود واقعا. امیدواریم که شایان بتونه از پس حریف بر بیاد. ببینیم اینجا چه میکنه، ببینیم تعریفی کشتی به کجا خواهد عبی خکر سر میکنه جمع جور کنه. ولی کشتی گیره بلاروس هم خواهد سا خوب نشسته، حالا سعی میکنه لیف کنه بره برای سالتو. امروز سالتوهای زیبای هم بچه ها دیدیم. ببینیم کار اونا رو تکمیل میکنه گرام پور یا نه. خوب داره جا به جا میشه، اجازه نمیده. حالا میره برای برانداز عالی اونش در یه لحظه فکر کرد دوباره میخواد لیف کنه. حالا این بار میکنه برای لیف، ولی مراقب باشه این لحظه نازی بود که بکشه رو خودش، بهتر رها کنه تا سرپا ادامه بده. سرپا هم میتونه از این کشتی امتیاز بگیره. درخواست چالنج میکنه. گرامپور میگه که کارو قاطی کرده. تو این شرایط کشتیگیرا بهتر میتونن حس کنن که پا رو درگیر کرده یا دستش پاش رو لصق کرده یا دو بنده رو گرفته. ببینید چه چالنج چه خواهد شد. شکه کناری شایان داره کشتی میگیره با کشتی روس و اینجا حسن حسین زاده، اینجا هم فریاد های حسن آقا رهیره هست. غلامپور رو به آرامش دعوت میکنه. ببینیم چه چاله چی میشه. ایوه حواسش جمع بود غلامپور، حالا دوتار از دست میده باید یک باید در خاک بنشینه و پنج بر صرف یک اختار هم روی تابلو ثبت شده برای کشتیگیر بلاروس. قهرمان جوانان جهان شده، حالا اومده که در امیدهای جهان هم یه طلا برای خودش ثبت کنه. تکه جمجور میکنه یک بار دیگه پای رو قاطی کرد، چی میکنه این کشتیگیر بلاروس؟ رها نکرده. ببینید چارتایی بزنه کار رو تموم میکنه. عالی، چارتا رو باید بدن، و تمام میکنه کار رو. 9-0 دو تا هم باید برای اختار بدن. پای رو قاطی کرد، عالی کار کرد، خب درخواست چالش میکنه مربی روز که میگه اون دوتای اختار رو باید بدن. اگه دوتای اختار رو بدن باز هم همون میشه. یک پایی باید در خواهی پینشینه. حالا باید منتظر باشیم ببینیم درخواست چلنج به کجا میشه. چهارتا رو دادن، دوتا رو هم دادن، بله یه اختار هم به روی تابلو ثبت شد، کار تموم میشه. 11-0 کاملا درسته اون دوتا رو که اختار کرد، ولی خب باید منتظر چلنج باشیم. درخواست چلنج کردن و پرسوشه تایید کرده چلنج. حالا باید منتظر باشیم ببینیم
کلم به کجا خواهد رسید. داور به مربی روس میگه که درخواست چالش باید بکنه، باید زنگ رو لامپ رو روشن کنه. حالا روشن میشه. شکی کناری حبیب زاره امیدواره و پسی کشتیگه روز بر بیاد. کشتیگه که میدانهای طلای زیادی داره، اگر این کشتیگه رو شکست بده مطمئنه به فینال خواهد بسه. همچنان منتظریم تا ببینیم نظری از جوری چه خواهد شد. 11-5 فکر نمی کنم بتونم امتیاز رو برگردم. دوتا هم برگردم باز میشه 9-5. جوانان جهان حالا با اقتدار کشتیگه بلاروس خاکسار رو تا به اینجای کار شکست داده. من چه هم منتظریم که نظریت زودی رو بسته. خاطر انجام داره کاری درگیر کنه. چهره مغموم مربی بلاروس رو ببین، حالا که تصویر آهستر دیده یه جای دیگه خیالش راحت هم کشتیگیرش عطای کرده. مبروک تازه میگه 5 تا باید بدن. ببینیم به کجا خواهد رسید. تو تابیر دادن بله بله تمام، 4 تا دیگه هم دادن تا کار تمام. دمت گرم بله و خسته نباشی، عالی شد، عالی استراحت میره به این 4 بوده. آروم و قرار نداره داور بهش میگه وایسا میریم بابا جی چه میکنی؟ دمت کرد دمت کرد.